سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. توی ویدیو قبلیم توییت یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو براتون منتشر کردم که صراحتاً گفته بود علی دایی باید سرمربی تیم ملی در جام جهانی قطر باشه. این توییت خیلی سریع توی فضای مجازی وایرال شد و جنجال های زیادی هم به پا کرد. در نهایت این عضو هیئت رئیسه نه تنها توییت خودش رو پاک کرد، بلکه اعلام کرد که فقط نظر شخصیش رو گفته و در میان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هیچ انگیزه‌ای برای تغییر سرمربی تیم ملی وجود نداره. کیلور نواس، سرگرمان این روزهای پاریس سن ژرمن و سالهای نچندان دور رئال مادرید، دست به اقدام جالبی زده که توی خیلی از رسانه‌های ورزشی اروپایی بازتاب زیادی داشته. گلر پاریس سن ژرمن که این روزها بعد از دوناروما تبدیل به دروازه‌بان دوم این تیم شده، خونه خودش رو در پاریس برای 30 پناهنده اوکراینی خالی کرده و اونها رو توی اونجا اسکان داده. نواس اعلام کرده تا زمانی که این پناهنده ها در پاریس هستند، تمام هزینه های زندگی مثل خوراک و پوشاکشون رو بر عهده میگیره. یحیی گل محمدی بعد از بازی با کره جنوبی به شدت از دست اسکوچیچ عصبانیه. دلیل این عصبانیت هم اینه که توی این بازی ترابی حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد. البته بازی نکردن ترابی خیلی هم چیز جدیدی نیست، ولی تفاوت این بازی با بازی‌های قبل غیبت چند بازیکن تیم ملی بود. گل محمدی معتقد اسکوچیچ با این کار در واقع با اعصاب ترابی بازی کرده و این کارش میتونه روی عملکرد یکی از مهمترین مهره‌های این تیم در ادامه فصل تأثیر بذاره. نظر شخصی منم اینه که شاید حضور ترابی با توجه به قدرتش در حفظ توپ میتونست در مواقع حساس تیم ملی رو از زیر فشار حملات کره جنوبی آزاد کنه، اما اسکوچیچ ترجیح داد 90 دقیقه بازی افتضاح قلی‌زاده رو تحمل کنه، ولی حتی یک دقیقه هم به بازی کار تکنیکی پرسپولیس میدون نده. به هر حال شاید راحت ترین کار بعد از شکست انتقاد کردن باشه و امیدوارم اسکوچیچ در صورت باقی ماندن روی نیمکت تیم ملی ثابت کنه بازی ضعیف مقابل کره اتفاق بوده و قرار نیست دیگه این بازی از تیم ملی تکرار بشه. وریا غفوری، کاپیتان فوق‌العاده محبوب استقلال، امروز صحبت‌های جالبی رو با یکی از خبرگزاری‌های ورزشی انجام داد. غفوری یکی از معدود بازیکن‌های سرخابیه که نزد هواداران تیم رقیب هم قابل احترامه. غفوری در مورد شادی گل جنجالیش به سمت اسکوچیچ گفت: دعوت نشدنم به تیم ملی هیچ ربطی به اون شادی بعد از گل نداشت. به همه بازیکن‌ها توی تیم ملی فرصت داده شد، ولی هیچ وقت این فرصت در اختیار من قرار نگرفت و من از این موضوع خیلی ناراحتم. چند وقتیه که خیلی پیگیر بازی‌های تیم ملی نیستم. آرزو می‌کنم این تیم موفق باشه. نه به خاطر حضور اسکوچیچ، بلکه به خاطر اینکه همبازی‌های خودم در این تیم بازی می‌کنن و مردم کشورم از پیروزی‌های تیم ملی خوشحال میشن. دفاع راست شجاع و متعصب آبی‌پوشان گفت: برای آینده دو پلن دارم. یکی این که در رشته مدیریت به تحصیلم ادامه بدم و بتونم یه ورزشکار با تحصیلات بالا باشم. دوم این که وارد دنیای مربیگری بشم. قطعا میخوام مربی باشم و دوست دارم یه روزی مربی تیم استقلال بشم. امیدوارم تا اون روز استقلال و فرهاد مجیدی موفق باشن. خیلی به قهرمانی استقلال خوشبینم، چون فاصلمون با پرسپولیس زیاد شده و به همین دلیل آرامش زیادی در تیم برقرار شده. البته آرامشی که آقای آجرلو در استقلال ایجاد کرد تأثیر زیادی در موفقیت‌های تیم داشت. اسکوچیچ چند روز قبل صراحتاً اعلام کرد اعتقادی به سبک بازی رضایان و وریا غفوری نداره، تا در نهایت شجاع خلیل‌زاده معصوم رو توی بازی کره در دفاع راست بازی بده و بعد از معصومیتش هم عارف غلامی رو که یه دفاع وسط تخصصیه به جاش وارد زمین کنه. اسکوچیچ از اسماعیلی فر برای این پست دعوت کرده بود، ولی هیچ وقت جسارت اینو نداشت که این بازیکن رو در اولین بازی ملیش مقابل کره، اون هم در حضور 65,000 کره‌ای بازی بده. خبر بعدی هم اینه که چندمین بیانیه باشگاه پرسپولیس با چندمین بیانیه تند و تیز باشگاه استقلال پاسخ داده شد. فکر میکنم انقدر این بیانیه ها لوس و مزخرف و خسته کننده شده که ارزش اینو نداره که بخوام به محتوای این بیانیه ها بپردازم. فقط میگم احتمالاً الان که دارم این خبر رو براتون میخونم، یه بیانیه دیگه هم از طرف یکی از این تیم ها در حال صادر شدنه.
در حالی که اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برکناری اسکوچیچ رو تکذیب کردند، خبرگزاری معتبر خبر ورزشی خبر از کلید خوردن پروژه برکناری اسکوچیچ داد و مدعی شد مذاکره با گزینه‌های مشهور جانشینی اسکوچیچ رو شروع کردند. خبر ورزشی نوشت از ما نشیده بگیرید، اما ظاهراً پروژه برکناری دراگان اسکوچیچ بعد از شکست سنگین مقابل کره جنوبی کلید خورده. خبر ورزشی در متن این خبر نوشت هرچند ممکنه اعضای هیئت رئیسه و فدراسیون فوتبال موقتا این خبر رو تکذیب کنن، اما منبعی که خبر رو در اختیارمون گذاشت مدعی بود مولای درز اون نمیره. ظاهرا شکست 2-0 و نمایش ضعیف تیم ایران مقابل کره جنوبی مسئولان فدراسیون فوتبال را بدجوری نگران کرده است. اینکه ممکن است با دراگان اسکوچیچ در جام جهانی و برابر حریفان قوی‌تر اروپایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی شکست‌های سنگین و آبروریزی به بار بیاید. بنابراین طبیعی است فدراسیون برای کسب نتایج آبرومندانه در جام جهانی 2022 قطر دنبال سرمربی با تجربه و دارای دانش و اعتبار بیشتر باشد. اینکه واقعاً خبرگزاری معتبری مثل خبر ورزشی از روی اطلاعات موثقی که داشته این خبر رو منتشر کرده یا صرفاً یه شیطنت رسانه‌ای بوده به کنار، چیزی که کاملاً مشخصه اینه که این روزها فشار و انتقاد به اسکوچیچ به بالاترین حد خودش رسیده که با توجه به نتایج خوبی که اسکوچیچ گرفته این حجم از حملات به این مرد کروات در نوع خودش جالب و البته عجیبه. شاید یکی از دلایل این اتفاق اسم نسبتاً کوچک این مربی نسبت به بعضی از مربی‌های سابق تیم ملیه. البته بازی افتضاح تیم ملی مقابل کره هم تأثیر خیلی زیادی در این انتقادات داره، انتقاداتی که خیلی هم غیر منطقی نیست و قطعاً به دلیل نگرانی فوتبال دوستای ایرانی از وضعیت تیم ملی در جام جهانیه. مهاجم خوزستانی پرسپولیس به رغم اصرار پزشکان متخصص حاضر به عمل جراحی نیست و ممکنه آینده حرفه‌ای خودش رو به خطر بندازه. عیسی آل کثیر مدت هاست که با پارگی ربات صلیبی زانوی خودش مواجه شده، اما با لجبازی حاضر به عمل جراحی نیست. عیسی در تمرینات پرسپولیس شرکت کرده و اصرار داره توی بازی‌های رسمی تیمش هم به میدون بره. این در حالیه که یحیی گل محمدی آب پاکی رو روی دست این مهاجم خوزستانی ریخته و اعلام کرده باید زانوی خودش رو جراحی کنه، اما آل کثیر به توصیه استاد قدیمی خودش در دزفول حاضر به عمل جراحی نیست، توصیه‌ای که ممکنه به قیمت پایان فوتبال عیسی آل کثیر تموم بشه. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از آن رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.